سوال 199. با توجه به شکل داده شده که تعدادی از انتقال‌های الکترونی را در اتم هیدروژن نشان می‌دهد، چند مورد از موارد زیر نادرست است؟ خب لایه‌ها رو داده و یه سری انتقال‌ها که آ، بی و سی باشه. بخونیم. الف، مقایسه طول موج پرتو حاصل از هر انتقال به صورت بی بزرگتر از آ و آ بزرگتر از سی. خب اینجا می‌بینیم که سی بچه انرژی بیشتری معادله میشه نسبت به آ و آ نسبت به بی، اما طول موج عکس انرژیه، یعنی سی که انرژی بیشتری معادله کرده طول موجش کمتر خواهد بود، سی کمتر از آ و آ کمتر از بی. پس این عبارت بچه ها درسته. ب، طول موج حاصل از انتقال آ مربوط به گستره نور مرئی است. خب من آ رو ببینم چیه؟ آ 4:2. پس این درسته، چون 4:2 تو کتاب اومده که رنگ سبز رو میده تو طیف نشتی خط هیدروژن و تو گستره مرئی قرار میگیره. پ، مقایسه انرژی پرتوی حاصل از هر انتقال به صورت سی از آ بیشتر و آ بیشتر از بیه. این هم طبق چیزی که اول گفتم درسته. که طول موج پرتو حاصل از انتقال بی میتواند مربوط به محدوده فرابنفش باشد. خب بی رو بررسی کنیم. بی انتقال 4:3 رو داریم گیه. خب 4:3 انرژی کمتری نسبت به ناحیه مرئی خواهد داشت، در حالی که فرابنفش انرژیش از ناحیه مرئی بچه بیشتره. پس این عبارت نادرسته. تعداد موارد نادرست اینجا بچه فقط مورد ت نادرست بوده. یک مورد نادرست داشتیم. جواب گزینه 1.